سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، شما خوبان. علی صافی هستم از کانال ونکوور فاینانشال نتورک، با تحلیل امروز شاخص S&P در خدمت شما هستم. خب نمودار S&P رو مشاهده میکنید روزانه که ما عملا با یک شرایط جدیدی داریم توی نمودار روبرو میشیم. اگر اجازه بدین من یک ترند لاین اگر به اینجا رسم بکنیم، خب این ترند لاین که از دست رفته هستش، ما اگر از این لو به این ترند رو در نظر بگیریم، این ترند هم از بین رفته و الان ترندی که باقی میمونه این هستش که ما بیایم و از این لو به اینجا بگیریم که عملا میشه اینجا. یعنی به نوعی شیب ترند ها داره کاهش پیدا میکنه. خب حالا اگر من اینها رو پاک بکنم و ما یه تحلیل دیگه ای داشته باشیم بهتر هست. این فیبای های هست، فیبای ریتریسمنت که از های به این لو ترسیم شده، کاملا مشخصه که روی سطح 61 و 66 درصد با توجه به واگرایی مخفی که رخ داده قیمت برگشت داده و مجددا تو این های ما شروع کردیم واگرایی معمولی رو دیدن و استوکاستیک هم که سیگنال سل داده و این ریزه شروع شده. به نظر میرسه که ما باید شاهد یک پترن ریورس، معذرت میخوام، یک پترن هدن شولدر باشیم. معمولا این پترن شکل میگیره وقتی که واگرایی ما داریم. حالا باید ببینیم که آیا این خط نکلاین شکسته میشه یا نه، یعنی سطح 27-18، یا اگر اجازه بدیم ما بریم روی چارت 4 ساعته، اونجا دیگه خیلی بهتر مشخصه. ببینید این منطقه 27.07 رو من مشخص کردم، حالا یک ذره پایین تر از اون 27.17 بودش که توی نمودار روزانه ما میدیدیم. یک بار اینجا یک مقاومت شدید داشته، برگشت خورده، به نزدیکی های این سطح رسیده، رزیستنس اتفاق افتاده، همین که بریک ترو کرده اینجا دیگه الان شده یک ساپورت برای ما. این ساپورت رو ما میبینیم، عرضم به خدمتون که یک بار خودش رو در 22 اپریل نشون داده و حالا باید ببینیم که این ساپورت شکسته میشه یا نه. در صورت که این ساپورت شکسته بشه، در حقیقت ما اگر برگردیم روی نمودار روزانه، ما میرسیم به این سطح. عرضم به خدمتون این که 27.18 بود که هیچی، ساپورت یه ذره بالاتر هستش، حالا فرض بفرمایید که اینجا هست. خب این منطقه اگر شکسته بشه، ما بلافاصله، من بعید میدونم که این سطوح فیبا حتی اینجا مقاومت بکنه، ما میایم روی سطح 25-25 تا 24-34 منطقه هستش که شاید حمایت نهایی از شاخص S&P. چون وقتی که این سطح شکسته بشه، احتمال برگشت به این سطح 21-80 که اونجا به قول معروف کف بودش که در 23 مارس زده شد دووم بیاره. حالا باید ببینیم چی میشه اینجا. ما نمیتونیم پیشگویی کنیم، ما تریدر هستیم، ما پیشگو نیستیم و سطح به سطح پیشونیم. الان سطح بعدی ما این سطح، اگر این سطح شکسته شد، سطح بعدی ما میشه این سطح، به بالا سطح بعدی ما میشه 31-36. این سطحی هستش که یک تریدر نیاز داره و تمام. این که بیایم حالا بگیم این چه اتفاقی میفته، این میره آیل تایم های میزنه، نمیدونم میره 1500، این کار ما نیستش. واقعا این کسایی که این کارا رو میکنن تریدر نیستن، حالا اگر هرچی هستن تریدر نیستن. اجازه بدید من یک چیز دیگه میخواستم بهتون نشون بدم و اون هم والیومی هستش که توی مارکته. این SPY هستش، این SPY ETF اصلی هستش که برای S&P 500. این واقعا مهمه، اینو حتما دوستان ترک بکنید. ببینید روزهایی که بازار منفی بوده، یعنی این دو روز 30 اپریل و 1 می، حجم رو ببینید. 30 اپریل و 1 می 125 میلیون 122 میلیون ولی امروز که مثبت بوده 80 میلیون سهم بیشتر فروش رفته. این مال الانه، این مال الانه که بیفور مارکت هستش تو بازار افتر آورز، الان بازار آسیا و بالا ساعت دیگه تا 10 دقیقه دیگه شاید بازار لندن که باز میشه. یعنی خود بازار نیویورک هنوز چیز نشده، باز نشده. پس ببینید وقتی که منفی هستش والیوم رو نگاه بکنید،
و وقتی که مثبت هستش چقدره. این روزام روزایی بودش که شاخص مثبت بود. حجم رو ببینید چقدر پایینه و حجم به محضی که بالا میره یعنی اینکه بیگ بویز ها اون نفرات بزرگ دارن خارج میشن از مارکت. این نشانه اصلا خوبی نیست و ما کاملا میتونیم توی واگرهی ببینیم. باید ببینیم که حالا چطور پیش میره، ولی من خودم به شخصه اگر حالا این نمودار نیم ساعته ببینید، اون چیزی که مشخص هست اینه که شاخص الان، اجازه بدید من اینا رو پاک کنم، شاخص الان روندی رو که داره طی میکنه، این گپی هستش که دیروز باز شد و این بازار پر کرد. شما نگاه کنید داره بازار بالا میره ولی ما کاملا واگرایی داریم توی مکدی. استوکاستیک اوورباوت هستش، یعنی هر لحظه ممکنه توی تایم نیم ساعته ما مجددا با سلاف مواجه بشیم که اصلا این بعید نیستش، یعنی این الگویی نیستش که الگوی سودی باشه. الان توی این بازار گرفتن پوزیشن به نظر من خیلی میتونه ریسکی باشه، به خاطر اینکه توی تایم های کوچیک ممکنه افراد پوزیشن بگیرن، ولی تو تایم وقتی به تایم بالا نگاه میکنیم ما الان یک سردرگمی توی مارکت روبرو هستیم که یک مقدار کار ما رو سخت میکنه. شما همیشه باید از تایم بالا دید بگیرید و تو تایم پایین پوزیشن بذارید. وقتی که تو تایم بالا مثل تایم روزانه و تایم 4 ساعته ما این شرایط رو داریم، برای همین گرفتن پوزیشن توی تایم کوچیک یک مقداری تریکی هستش. اینه که دوستان یه مقدار احتیاط بکنن، اگر میخوان پوزیشن بگیرن حتما از تایم بالا الگو بگیرن و بعد روی تایم پایین پوزیشن بگیرن. انشالله همیشه پرسود باشید. تا تحلیل بعدی، خدا نگهدار.